سلام بر شما و فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم در این برنامه. گفتگوهای صلح با طالبان داستان به پایان. طالبان در جستجوی کلید صلح با چین رفته بودند. ما باور داریم که همکاران ما در چین همیشه روابط دولت با دولت را ترجیح خواهند داد و به گروه هایی که مسئول کشتار مردم افغانستان هستند پلتفرم فراهم نخواهند کرد. و ترامپ با اوباما و کلینتون میگوید شما امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته اید. هیئت دفتر قطر طالبان روزهای 20 و 21 ماه جون سال روان میلادی از بیجینگ دیدار کردند. رسانه‌های غربی نیز گزارش داده بودند که عباس استانگزای مسئول دفتر قطر طالبان در راس یک هیئت به چین سفر نموده و با مقامات آن کشور در مورد منازعه افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه چین میگوید که برای حل منازعه افغانستان با همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به تماس هستند. شورای عالی صلح افغانستان نمی‌خواهد در این مورد ابراز نظر داشته باشد، اما پیش از این مقام‌های این شورا گفتند که اگر طالبان صدای صلح حکومت افغانستان را با انتحار و انفجار پاسخ دهند این روند بی‌نتیجه خواهد ماند. با اینکه افغانستان برای رسیدن به صلح بهای سنگین پرداخته، وقت کافی را نیز از دست داده است. اما این بار چرا طالبان وارد عمل شده و برای دستیافتن به آغاز گفتگوهای صلح به کشور چین سفر می‌کنند، در حالی که چندین نشست با حضور چین بی‌نتیجه و تا ناکام بوده؟ در این زمینه با مهمانان ما آقای اسدالله سعادتی عضو پیشین هیئت گفتگو کننده با طالبان و ظهیر سعادت از نماینده های مردم در ولسی جرگه بیشتر صحبت میکنیم. آقای سعادتی بحث را با شما آغاز میکنیم. مهمانان عزیز سلام بر شما. چرا طالبان به چین سفر کردند و دنبال چی هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون و همکار عزیز ما. من فکر میکنم که یک رابطه بسیار عمیق و جدی در اصل بین دولت پاکستان و چین وجود داره و چین با توجه به تسلطی که هم احساس میکنه سر پاکستان داره و از اون طرف پاکستان یک رابطه تنگاتنگ با طالبا داره، و فکر میکنم که طالبا تلاش میکنه که یک دولت را پیدا بکنه که برای خود طالبا بار سیاسیشان کمتر باشه، چون بار اتهاماتی که در گذشته ها زده شده که گویا طالبان تحت حمایت پاکستان هست، گویا طالبان از خود اراده و اختیاری نداره و این پاکستان است که طالبا را به جنگ وامی داره یا به صلح، و این چیز تا حد زیادی برای طالبا قابل تحمل نیست و بار سیاسی بسیار سنگین داره. یعنی اما اگر طالبان کوشش میکنن که خود را به گونه مستقل جلوه بدن با این عمل کرد، یقینا ما برداشت میست که طالبا تصور میکنه که اگر یک دولت دیگه غیر از پاکستان بتانه در این قسمت نقش بازی بکنه، بار سیاسیش بر طالبا کمتر است از یک سو، از سوی دیگر او دولت دیگه ای که بخواه نقش هم بازی بکنه به هر حال دولتی باشه که نگرانی های پاکستان هم تا حد رفع باشه، یعنی به یک شکل متحد پاکستان باشه. یعنی میگن که طالبان در مشوره با پاکستان دست به چنین کارها میزنن؟ البته هنوز معلوم نیست، اصل بحثم روشن نیست که آیا طالبان واقعا برای این رفتن که چینیا وساطت بکنه برای صلح، یا این که رفته که دیدگاه های خودش با چین در میان بگذاره و به هر حال یک لابی سیاسی برای کارهای آینده سیاسیشان باشه. اما اگر بحث در رابطه با صلح باشه که هنوز نزد خود مسجل نیست، طالبا بله تلاش داره که از این طریق دولت چین را وادار بکنه برای این کار و این برای طالبا بار سیاسی کمتر. آقای سعادت، این که طالبان به چی هدف به چین سفر کردن، خب به گونه حرفای زیاده در موردش گفته میشه، یکی بحث صلح و یکی هم بحث‌های دیگر، ولی باورمندی شما چی است؟ چرا طالبان این راه را انتخاب کردن و سفرشون به چین به باور شما به چی مفهوم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلوع و همچنان جناب سعادتی صاحب و دیگر همکاران تکنیکی شما، ما فکر میکنم با توجه به فشارهایی که بالای کشور پاکستان در اواخر صورت میگیرد، خصوصا از طرف ایالات متحده آمریکا و حتی از طریق سناتورایشان پیشنهاد شد که کمک های مالی به کشور پاکستان قطع کرده، چون اینا حمایه کننده تروریسم هستند در منطقه،
به او اساس آلی پاکستانی ها دیدن که میخواهند که این مسیر دور بزنن، افکار جامعه جهانی را و بالاخره افکار کشورهای منطقه را به یک شکل منحرف بسازن و بگن که ما خواهان صلح هستیم. یعنی طالبان را تشویق کردن که شما آلی برین دروازه چین را دقل باب بکنین و بگوین جلساتون را شروع بکنین، باز ما هم صدای متوازی، یعنی صدای موازی با این حرکت شما را بلند میکنیم که ما میخواهیم که طالبان را به میز مذاکره بکشانیم، که در این صورت هم فشارهای سیاسی، مالی و با فشارهایی که بالای پاکستان است یک اندازه کاهش پیدا بکنه و تا اینا بتوانند که اموطوری که در سالهای گذشته دنیا را فریب دادن، کشورهایی که در امر مبارزه با توریسم می جنگن اونا را فریب دادن، سیاسیون افغانستان را فریب دادن، باز هم به اون فریبکاری های خود اما از یک رای دیگری ادامه بدهند. یعنی میگن که یک بار دیگر استفاده ای ابزاری از طالبان باز هم از جانب پاکستان صورت میگیره. برداشت ما ایست که فقط ای با مشوره پاکستان صورت گرفته و شما میفهمین که کشور چین درست است یک رابطه خوب داره با حکومت افغانستان یا با رابطه تنگ و تنگ اقتصادی داره با حکومت پاکستان، اما با او حد تاثیرگذار بالای طالب و ای که کشاندن طالب به میز مذاکره یا قبولاندن اما پیشنهادهای خود بالای گروه طالبان بدون مشوره پاکستان نداره و به این اساس این یگانه برداشت ما همیست که این یک حرکتی است از طریق پاکستان کل همه را میخواه اخفال بکنه. اما ای که کیها چی میکنن او مربوط به اونا. ولی بحث این که مطرح میشه که طالبان دنبال این هستن که خود را مستقل جلوه بتن و بگونی هم بگن که اینا خودشان هستن که تصمیم میگیرن، این به چی مفهوم؟ نه ببینید، خب امی حرکتی را که پاکستان انجام داده خود روی دو هدف، یکی که میخواه فشارها بالای خود کم بسازه که ما حامی توریسم نیستیم و ما مخالف ادامه جنگ نیستیم، ما طرفدار صلح هستیم. یک دو طالبان را مستقل جلوه بتن که اینا در کنترل ما نیستند، اینا خودشان سفر دارن، خودشان میرن با مقامات میبینن، خودشان یعنی بازی سوال پیش میاد که طالبی که مستقل است در کدام جغرافیای زیست میکنه، در کدام جغرافیای فعالیت داره، مراکز دهشت افکنی و انفجار تهارشان در کجاست، از کجا تمویل میشن. این به معنی از است که پاکستانی ها میخوان با دو انگشت آفتاب پنهان کنند، یعنی بگن آفتابی وجود نداره، در صورتی که حالی همه دنیا میدونه که کشوری هستند که اینا تروریسم تمویل میکنند. پیشتر خدمت رو عرض کردم که پاکستان چی میکنه، طالب چی میخواه، ای به جای خود باشه، اما این برمیگرده به حکومت افغانستان که حکومت افغانستان چه برنامه داره. آیا واقعا ما منتظر باشیم هر زمانی که آنها صدای صلح بلند کردن باز ما در حرکت بیایم بگیم والا اینا صلح میخوان، یا مثلا اونا وقت خود میخرن با بهانه های صلح میخوان اکمالات نظامی خود بیشتر بسازن ما هم تو ساکت ببانیم، یا واقعا حکومت افغانستان یک استراتژی طویل المدت تدوین شده داشته باشه که اگر ما صلح هم میخواهیم با کدام معیارها باید برابر باشه، اگر ما جنگ میکنیم با کیها میجنگیم، اگر با کشوری دوستی داریم و از راه دوستی پیش میریم با چه کشوری باشه و در کدام معیارها باید او کشور با ما سپس. همکاری داشته باشه سپس. در غیر از او در حرف همه چیز در حرف ختم بکنیم، این به نفع افغانستان نیست، به نفع ملت افغانستان. آقای سعادتی، اون چم که آقای سعادت اشاره کردن در مورد نقش حکومت افغانستان، حالا حکومت افغانستان تجربه گفتگوهای چهار جانبه را داره، بگونی هم حضور آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان در امر رسیدن افغانستان به صلح یک تجربه بوده که خب ناکام بوده و حکومت افغانستان نتونست ازش دستاورد داشته باشه. حالا اینکه طالبان به چین میرن بیانگر چی بوده میتونه؟ واقعا در مورد نشستهای چهار جانبه چی ابعاد تازه را بگونی باز میکنه؟ اول من فکر میکنم که فعلا بیش از هر زمان دیگری امیدواری ها بر صلح کم شده و زمینه هایی که فکر میشد این زمینه ها از بین رفته. بحث اجلاس چهار جانبه یک بحث نسبتا جدی بود، امیدهای فراوان را هم به وجود آورده بود و میتونست که به عنوان یک راه حل اول بین دولت ها و خصوص بین افغانستان و پاکستان یک توافق اساسی و کلی صورت بگیره که اینا با هم دشمنی نکنن و پاکستان حمایت نکنه از دشمنای افغانستان و بعد دو تا کشور دیگه هم به حیث کشورهای ناظر و ضامن اجرای توافقات که به جای نرسید و دلیلش هم این بود که طالبات تصور کردن که اگر
در این بحث بیاید در وسط، بیشتر معنیش این میشه که طالبان گویا زیر اراده پاکستان و به فرمایش طالبان پاکستان آمد. حالا که این بحث منتفی شد، نمیتونه طالبان با این عمل کردهای خود با همکاری پاکستان این واقعیت را بگونی هم پنهان می‌سازد. دقیق نه، من موافقم به ایشان، چون بحث وابستگی طالبان به پاکستان و بحث حمایت پاکستان از طالبان به اندازه و آشکار است که با هیچ ترفندی نمیشه او رو پنهان کرد. ما موافقم. حالا که اون بحث چهارجانبه دیگه فرصتش نیست، زمینش نیست و منقضی شد، من فکر میکنم تنها با بحث چین یا با پادرمیانی چین اساسا بحث صلح به شکل جدی نمیتونه مطرح شه. اولا به جز رابطه ای که چین با پاکستان من حیثی دو تا دولت داره، هیچ نوع رابطه اساسی نمیتونه بین چین و طالبان وجود داشته باشه. دوم، چین با وجودی که یکی از کشورهای قدرتمند هست، منتها نقشش و تاثیرگذاریش و حضورش در حوادث و مسائل سیاسی و جریانات سیاسی افغانستان در سالهای اخیر و در حال حاضر به اندازه نیست که ما امید ببندیم که با چین میشه این کار پیش برد. در اینجا نقش کشورهای همسایه پاکستان و بعضی کشورهای همسایه و در قدم دوم نقش کشورهای اروپایی. ولی با این هم چی پیام میتونه داشته باشه این عملکرد طالبان با حکومت افغانستان؟ یعنی حکومت افغانستان چی برداشت باید بکنه و از این بعد اقدامات و گاماش بر اساس چی باید باشه؟ من فکر میکنم که دولت افغانستان فعلا بیشتر اولویتش باید جنگ باشه و پیامی که باید دریافت بکنه ایست که هنوز هم پاکستان یا آماده همکاری با افغانستان نیست. پیامی را که دریافت بکنه افغانستان ایست که رفتن طالبان به طرف چین به معنی آمدن صلح نیست. اولویت دولت افغانستان باید دفاع و جنگ مقتدرانه باشد در برابر تهاجم طالبان. ولی حکومت افغانستان این اشاره هم داشته که همزمان هم صلح را به پیش میبره و هم جنگ را به پیش میبره. حالا در مورد شورای عالی صلح اگر بحث کنیم، بارمند هستن که واقعا این گونه یک برنامه منظم و خوب را روی دست داره و میتونه عملی بسازه که روند صلح از جانب شورای صلح افغانستان به پیش بره و هم جنگ با طالبان مخالفین از جانب نهادهای امنیتی افغانستان. خب شورای عالی صلح هم متاسفانه ابتکاراتی که خیلی جلب توجه بکنه از خود نشان نداده، چون یک واقعیت مسلم است که بحث صلح با طالبان یک موضوع است که دارای دو بعد مشخص و جداگانه است. یک بعد داخلی قضیه است که طالبان من حیث کسانی که افغانی هستند در افغانستان بودن و می جنگد با دولت افغانستان، این بعد کاملا ارتباط میگیره و اینکه قضیه کاملا افغانی باشه و دولت افغانستان با اینا گفتگو بکنه. اما پیچیدگی قضیه از اونجا شروع میشه که این گروهی که در افغانستان زندگی میکردن و از افغانستان هستند، حامیان اینها و کسایی که اینها را به عنوان پروژه در افغانستان حمایت میکنه، اینا در بیرون هست و یک کشور هم نیست، کشورهای مختلف هست. از این جهت ما خوشبین به بحث صلح اساسا خوشبین نیستیم و دولت افغانستان و شورای عالی صلح هم هنوز یک راهکار روشنی را ارائه نکرده که در بعد داخلی چی باید کرد و در بعد منطقوی چی باید کرد. ما بارها گفتیم، یک نکته میخوام اضافه کنم و باور جدی و عمیق دارم که تا زمانی که در قدم اول دولت افغانستان با دولت پاکستان من حیث دو تا دولت تکلیف خودشان را با خودشان یک طرفه نکند، بحث صلح با طالبان به جایی نمیرسه، چون اینا هستند که به طور غیر مستقیم با هم میجنگند. ولی آقای سعادت، حکومت افغانستان دوش را که برستن به صلح انتخاب کرد، یعنی حکومت وحدت ملی افغانستان، به گونه هم در روزهای نخست خوشبینی‌های زیاد را به بار آورده بود و گمارا این بود که خب شاید با این را به صلح برسد حکومت افغانستان، ولی دیده شد که نتیجه در پی نداشت. حالا شما اشاره میکنین که در شرایط فعلی همین حکومت برنامه روشن نداره، با توجه به این که همه مسئولیت ها به حکومت افغانستان هم برمیگرده، اقدام بعدی و حکومت افغانستان در چنین شرایط با توجه به وضعیت موجودی افغانستان چی باید باشه؟ ببینید، در طول تاریخ خوشبینی هایی که در ساختارهای سیاسی نظام های افغانستان با وجود میاد، ای از عدم بی برنامگی اینشان حکایت میکنه که یعنی برنامه و چیزی ندارن، بسیار مقطعی عمل میکنن با هر گفتار
طرف مقابل ذوق زده میشن، فکر میکنن که ما به یک نتیجه میرسیم. قضای افغانستان قضای سطحی فکر میکنن، مشکلات داخل افغانستان تنها مشکل داخلی فکر میکنن. فکر میکنن که والا ما اگر خواستای یک دور قبول بکنیم حتما به یک نتیجه میرسیم. حکومت افغانستان در قدم اول یک تعریف مشخص باید از طالب داشته باشه. حالی ما بارها میگیم طالب ایره گفته شد، طالب دشمن است یا نیست، حداقل میره درک بکنن کمی طالب کی است، توسط کی ساخته شده. وقتی که طالب توسط کسی یا گروه یا کشوری ساخته شده، به یک منظور ساخته شده، به عنوان یک ابزار استفاده میشه. ما که مشکل ما را با کشوری که طالب به وجود آورده، و اگر تاریخ 4 دهه گذشته را شما یک مرور کوتاهی داشته باشین، در 4 دهه با بهانه‌های مختلف تانستن که منافع خود به شکل از اشکال در افغانستان جستجو بکنن، به این اساس وقتی که طالب به وجود آوردن و از این گروه میخوان استفاده ابزاری بکنن، هر بار و صد بارم که ما با طالب صلح بکنیم صلح ما نتیجه نمیده. حکومت افغانستان اعلام کرد که با پاکستان در یک جنگ نایلام شده قرار داشته و تا رئیس جمهور سفر کرد به پاکستان تا در این زمینه صحبت بکنه. شما ببینید ما در گفتن خوب هستیم. با جنگ اعلام ناشده رئیس جمهور ما گفتن که ما با جنگ اعلام ناشده، اما چه برنامه با جنگ داره؟ یعنی چه برنامه داریم که با حرکت هایی را که پاکستان انجام میده؟ در قدم اول حکومت افغانستان باید پالیسیش تغییر بده. هیچ امیدواری به صلح نداشته باشه از دریچه گفتگوها با طالب یا نشست ها با طالب در هر کشور یک صورت بگیره. مشکل با پاکستان این رقم میشه که یک، ما یک فیرست مشخص و تعیین شده استخباراتی را به حکومت افغانستان پاکستان حکومت افغانستان تحویل بده و از اونها بخواه که اگر شما واقعا با ما به عنوان یک همسایه همکار هستی، به عنوان یک کشور دوست همکار هستین، ما این لیست خدمتتون میتیم یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه وقتتون همی افراد از خاکتون بیرون بکنین. یک حرکت اولش. حرکت دوم اگه این کار انجام نمیتن، ما باید خود از وابستگی هایی که با پاکستان داریم، از نظر ترانزیتی ما با پاکستان وابسته هستیم، از نظر اجتماعی ما با پاکستان وابسته هستیم که تعداد از مهاجرین ما دوجه زندگی میکنن، از نظر اکمالاتی و مواد خوراکه ما با پاکستان وابسته هستیم، باید در استراتژی دراز مدتر این وابستگی ها را کاهش بدیم، حداقل بدیل پیدا کنیم برای پاکستان. حرکت سوم ما هر عمل عکس العمل داره، هر نوع برخوردی که پاکستان با ما میکنه ما باید تلاش بکنیم از برخوردهایی که جوابش را بتیم. در صورت ممکن در این زمینه وضعیت بتیم. خب این وضعیت شما باید مقامای امنیتی استراتژیکی کشور بدن. من یک مثال براتون میگم، شما ببینید کودتا در ترکیه ناکام شد، اما صدر اعظم نماینده شون میاد با پاکستان، از حکومت پاکستان میخواد، میگه مکاتب و دانشگاهی که در خاک پاکستان گفته میشه که مربوط به کیستو عبدالله گلان با گلان است، اینا باید بسته شونه. یعنی یک خواست مشخص است، اگر بسته میکنین خوب، اگر نمیکنین دیگه ما در روابطون باید تجدید نظر بکنیم. این حرکت باید که حکومت افغانستان در این زمین عملکردهای داشته و میگه که ما همون دایی خود را برق ثابت ساختیم که ما صلح میخواییم و در این زمینه ثابت قدم هستیم و راست هم میگیم، ولی این پاکستان است که به هیچ نوع فشار تن نمیده و تغییر نمیکنه پالیسیش در برابر افغانستان. تا زمانی که پاکستان متضرر نشوه از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی، هیچگاه به خواستهای حکومت افغانستان، مردم افغانستان توجه نخواهد کرد. حالا حکومت افغانستان بگونی در این سطح نیست که بتونه خودش فشار وارد کنه. حداقل بسیاری ها تاکید این است که با فشار وارد کردن از طریق متحدینش. حالا فراموش نکنیم که کنگرس آمریکا در این زمینه برای پاکستان فشارهایی را وارد کرد. حالا ما خدمت ولی نتیجه نداد. ببینید اینمی فشارهایی را که کنگرس آمریکا وارد کرده، ما باید در دیپلماسی سیاسی ما به حد فعال باشیم که چهره پاکستان را، چهره اصلی پاکستان را به دنیا برملا بسازیم و دنیا را نشان بدیم که چیزی که اینا میگن نیستن، اصل چهرهشان این است. در حلقه دیپلماسی و سیاسی به حد فعال باشیم که از اینمی استفاده بکنیم و دوم یک راهکار را جستجو بکنیم که ما چطور میتونیم وقتی که پاکستان حرف قبول نمیکنه، همسایگی خوبه نمیپذیره و از طالب به عنوان ابزار استفاده میکنه، ما در جستجو یک راهی باشیم که ما چطور میتونیم که منافع پاکستان را ضربه بزنیم. منافع هر زمانی که پاکستان احساس خطر بکنه از افغانستان، از نظام سیاسی افغانستان یا احساس خطر در هر سطحی که بوده باشه، در اون زمان است که باز خود از اونا میشینن میگن که بیان راه حل همیست که ما با هم تفاهم بکنیم و همو بخشایی که بین ما
با تفاهم نرسیدیم یا بین ما مشکل وجود داره، اما مشکل ما باید حل بکنیم. در غیر از او اگر ضرر یک جانبه باشه اونها هیچ وقت توجه نمی‌کنند. آقای سعادتی، در داخل افغانستان شورای عالی صلح را در موردش باید صحبت کنیم، شورایی که به گونه همه امیدواری ها به طرفش بوده ولی تا امروز با مصارف بسیار زیاد و زمان طولانی را هم که سپری کرده و با قربانی های بسیار زیاد را هم که داده دستاورد چشمگیری نداشته. بیشتر اشارات این گونه است که خب این شورا کارایش بی‌نتیجه بوده و اصلا نتونسته عمل کرده خوب داشته باشه. برخواسته از چی میدونین و در مورد شورای عالی صلح افغانستان هم چی میگین؟ البته این یک بحث دو وجهی است، چون صلح وقتی ما میگیم صلح دو جانب دارد که هر دو طرف درگیر باید با هم صلح کنند. یک بخشی از ناکامی دولت افغانستان در مجموع و شورای عالی صلح بستگی داره به این که طالبان در این مدت و تا هنوزم که هنوز هست حاضر نشده که به صورت مستقیم با دولت افغانستان یا با شورای عالی صلح اساساً وارد بحث شود. یک مرتبه است که صلح گفتگو آغاز میشه و صلح به نتیجه نمیرسه، اما یک مرتبه است که اساساً شروع نشده و آغاز نشده، مذاکرات حاضر نشده. یک بخش ناکامی به این برمیگرده، یک بخش به همین برمیگرده، به سرسختی طالبان، به حاضر نشدن طالبان به گفتگو با دولت افغانستان که البته او باز خود عوامل دیگه داره، پاکستانش پشت سرش و صد تا بحث دیگه است. یک بحث دیگری که باز به خود دولت افغانستان کم بیش ارتباط داره و به شورای عالی صلح ارتباط داره است که در واقع در طی 12 سال به خصوص 5-6 سال اخیر که بحث صلح بسیار جدی مطرح بود و شورای عالی صلح هم شکل گرفت است که سیاست دولت افغانستان و همچنین سیاست شورای عالی صلح هم یک سیاست پایدار و مدون و دقیق نبود. تحت تأثیر حوادث و اتفاقات سیاسی، جنگ، تشدید جنگ، روابط با پاکستان، مسائل عاطفی، اینا هر لحظه سیاست ها تغییر میکرد. هنوز افغانستان نمیفهمه که آیا با پاکستان مصالحه بکنه یا با طالبان. شما در جریان هستین از زمانهای دور که آقای کرزی گاهی میآمد پیشنهاد میکرد و به طور رسمی در تلویزیون ها میگفت که دیگه طرف گفتگوی ما طالب نیست، ما با پاکستان گفتگو میکنیم. سوال اخیر، فکر میکنین که ضعف در خود شورای عالی صلح هم یکی از دلایل نرسیدن به صلح بوده؟ یقیناً به لحاظ پالیسی دولت افغانستان ناکام بوده. ما باز تاکید میکنم که طالبان رویه ظاهری قضیه است، رویه اصلی قضیه جنگ و ناامنی در افغانستان تحت عنوان طالبان برمیگرده به روابط سیاسی و تاریخی پاکستان با افغانستان. سپاس. که این یک شبه شکل نگرفته، از همون آغاز تولد پاکستان تا هنوز نوع دشمنی آشکار یا پنهان همیشه بین دو تا دولت بوده. این تا به صورت بنیادی دو تا دولت به این خود حل نکنه. سپاس. آقای سعادت، شما اشاره کردین که حالا برمیگرده به دستگاه دیپلماسی افغانستان که بتونه عملکرد خوب داشته باشه و با لابیگری بسیار خوب حداقل بتونه توجه جامعه جهانی را بر پاکستان معطوف بسازه تا فشارهای بیشتر به پاکستان وارد شوه. این اعتماد را بالای دستگاه دیپلماسی افغانستان دارن که واقعا این کار را میتونه بکنه یا خیر؟ دستگاه دیپلماسی ما متشکل از اونمو ساختاری است که به عنوان نماینده افغانستان در کشورهای مختلف ایفای وظیفه میکنن. امیدوار استم که وطن دوستیشان، متحد بودنشان به خاک، به وطنشان، این انرژی را بر ازوا بته که اونا در حد خودی توان پیدا بکنن. هر سفیری که ما در هر جای داریم از امو رابطه خود استفاده بکنه و وقت و وقت برای دنیا تفهیم کنه. و در مرکز هم این ظرفیت و توانایی وجود داره یا نه؟ خب اگر وجود هم نداشته باشد، حداقل ما اینمی ساختار حال بنون یک چیزی وجود داره، ما باید از اینمی استفاده اعظمی را ببریم. از رئیس جمهور گرفته تا فرد عادی ما باید اینمی بنون یک مهمانان عزیز، از دوست مادر بس آقای سعادت و آقای سعادتی و بیننده عزیز، در اخیر هم یک خبر کوتاه ببینید. نامزد جمهوری خواهی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شدت از عملکرد باراک اوباما و هیلاری کلینتون انتقاد کرد. دونالد ترامپ در سخنان به اظهارات اخیر باراک اوباما پاسخ داد و وی را فرد نامناسب برای ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرده است. او میگوید اوباما و هیلاری کلینتون امنیت ملی آمریکا را به خطر انداختند. ترامپ افزود ملت ما در خارج از کشور تحقیر شده و در معرض خطر قرار گرفته است. ما حالا به تغییر نیاز داریم. اوباما روز سه‌شنبه در سخنان گفته بود که ترامپ فرد مناسب برای ریاست جمهوری نیست و از جمهوری خان خواسته بود از حمایت خود از ترامپ دست بردارند.